درود فراوان خدمت دوستان عزیز، امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز یک شنبه دهم تیر ماه، همون گونه که در برنامه دیروز اشاره کردم، انتظار داشتیم که امروز بازار منفی بشه و تقریبا میشه گفتش که منفی بدی هم امروز خورد، مخصوصا کل فرابورس که بودن 2% منفی شد. خب در یک ماه اخیر، یعنی از 30 اردیبهشت به این طرف، یه جورایی با کنترل دامنه نوسان شاهد این بودیم که منفی هامون تقریبا منفی های کوچکتری بودن. امروز با توجه به اینکه دامنه نوسان به حالت قبلی خودش بازگشته بود، میبینید که یک کندل قرمز بزرگی به جا گذاشت و خب یکی از دلایل شادی روزم بهش اشاره کردیم، بحث مرحله دوم انتخابات بود و تقریبا میشه گفتش که کارشناسان مختلف هم دقیقا همین نظر را دارن، به نحوی که خب اینجا اشاره شده دور دوم انتخابات به نفع کدام یک از نامزدها رقم خواهد خورد و حالا اینکه کدام یک از نامزدها میتونند موفق بشن بیشتر بستگی به رأی شرکت کنندگانی داره که به آقای قالیباف رأی دادن، و اگر که ایشون اعلام کنه حامیانش به سمت آقای جلیلی برن که احتمالش هم زیاد هست، این اتفاق خواهد افتاد و آقای جلیلی انتخاب میشه. و حالا اینجا اشاره شده برنامه کدام بازار کدام نامزدها به نفع بازار سرمایه است. در صورت برنده شدن آقای جلیلی، شاهد دیدگاهی همانند دولت 13 نسبت به بازار سرمایه میتونیم باشیم که احتمالش بالاست، و در ارتباط با آقای پزشکیان هم میتونیم شاهد عقبگرد برنامه‌های فعلی در حوزه اقتصاد و حتی بازار سرمایه باشیم. البته به صورت آرام آرام پله‌ای این قضیه میتونه صورت بگیره، در حال اغلب کارشناسان و این عقیده هستن که برای بورس اصلاح طلبان و یا آقای پزشکیان میتونه مؤثرتر از آقای جلیلی باشه. البته خب من فکر می‌کنم اینقدر اوضاع اقتصاد به هم ریخته و نابسامان هست که یک فرصت چند ساله یا 4 ساله 8 ساله اصلا نمیتونه این اقتصاد را به حالت نرمال برگردونه، مگر اینکه واقعا دیگه یه تیم بسیار قوی بیاد پشت این قضیه، که حالا نظر شخصی من هست در هیچ یک از این دو کاندیدا یه همچین تیمی دیده نمیشه. یعنی اطرافیان این اشخاص تقریبا میشه گفتش که حالا شاید یکیشون نمره شو بتونیم از 150 بدیم، یکیشو 40 بدیم، اینجوری نیستش که مثلا یکیشون نمره 90 بگیره یکیشون نمره 30 بگیره، نه، اینا تقریبا در یک سطح هستن. اون تیمایی که قراره بذارن، خودشونو کاری ندارم، تیم که قراره بذارن، و خب سری قبل هم شاهد این بودیم دیگه، وقتی که آقای رئیسی اومد انتخاب شد بورس حرکت خودش رو انجام داد و یه حرکت خوبی رو داشت، به محض اینکه ایشون تیم اقتصادی خودش رو معرفی کرد و حالا اشخاصی مانند آقای خاندوزی و اون آقای عبدالمالکی بود که بود میگفت با 1,000,000 تومان میخوام شغل ایجاد بکنم، که آخر کارم فکر کنم برکنار شد. حتی اینها اومدن تو حوزه اقتصادی، ایشون هم وزیر کار شد دیگه، و در حال دقیقاً یک ریزش شهیدی رو مجدداً در بورس مشاهده کردیم. الان هم حالا هر کدوم از اینا بیاد احتمال داره که مثلا آقای پزشکیان بشه، احتمال داره یه مدتی بورس حرکت بکنه، ولی ایشون مهم تیمش هست، تیمش اگه انتخاب بکنه بخواد تیمی بذاره که قبلاً به جورایی پس داده باشه امتحانش، نباید انتظار خیلی بالایی داشته باشیم. و خب اون طرف هم که بالاخره ادامه همین دولت 13 میخواد باشه، و این طرف هم که تیم قوی نبود، بنابراین به نظر من هیچ کدام به نفع بورس نخواهد بود، به علت اینکه برنامه اقتصادی منسجمی دیده نمیشه به این علت، نه اینکه حالا شخص کاندیداها شاید خودشون هم آدمای موجه و خوبی باشند، ولی تا وقتی برنامه درست حسابی برای اقتصاد تدارک دیده نشه، که خب فقط هم به اینها بر نمیگرده دیگه، حالا بحث همه قسمت ها بایستی تو این قضیه
دخیل باشن خیلی نبایستی انتظارهای عجیب غریب و بالایی داشته باشیم. در حال امروز اوضاع خیلی خراب شد. از نظر آماری 695 نماد منفی در برابر 97 نماد مثبت فقط، و از اون ابتدا تا انتهای کار ببینید چه اتفاقی افتاد. مجدداً صفای فروش فشرده شدن. انتهای بازار 248 صفحه فروشی داریم در برابر تنها 16 صفحه خریدی. نمودار تحرک قیمتی هم که میبینید از ابتدا تا انتها به نفع قرمز ها بالا بود. سرانه فروش مجدداً بالای سرانه خرید افتاد و انتهای کار هم 36 به 27 تقریبا با 7 میلیون تومان اختلاف کارش تمام شد. خروج پول حقیقیمون امروز مجدداً ادامه دار شد تا به نفعی که اون دقایق پایانی دیگه خیلی بالا رفت، نزدیک تقریبا 936 میلیارد تومان امروز از بازار خارج شد. یعنی به اندازه تقریبا 4-5 روزی که مثلا 200-200 خارج می شد تو یک روز خارج کردن، به علت اینکه دامنه نوسانات امروز در حال به 5 یا 6 یا حتی بعضی ها 7 افزایش پیدا کرده با از 2%، و همین قضیه باعث شد که امروز یک خروج پول شدیدی را ببینیم. و میبینید که اغلب نمادها امروز بیش از 5% منفی را تجربه کردن، به نحوی که 220 نماد دیگه تا آخرین حد هستن دیگه، بیش از پایین‌تر از منفی 5. و اینجا هم بین 2 تا 3 166 نماد اصلا کلا منفی ها امروز زیاده. ارزش معاملات خرد حتی نسبت به دیروز هم پایین‌تر از 6 دهم. البته امروز عرض اولیه هم داشتیم یه جورایی، حالا هم دامنه نوسانمون زیاد بود، همین که ادامه بازار دیروز که جالب نبود داشتیم، هم که عرض اولیه داشتیم، همه اینا دست به دست هم داد تا در حال شاهد یه همچین کندل قرمز بدجوری باشیم که تقریبا آخرین کندل بلندی که ما داشتیم برمیگرده به 32 که تقریبا یک کندل قرمز بزرگی شاهد شدیم، و دقیقا همون روزی هستش که حالا بعد از ظهرشون اتفاق برای هلیکوپتر آقای رئیسی افتاد، و در حال میبینید که گویا بازار صبحش میدونست یه همچین اتفاقی میخواد بیفته و یه همچین کندل قرمزی که تقریبا میشه گفت بی سابقه بود از ابتدای حالا امسال. حتی ببینید اصلا همچین کندل قرمزی که ما 32 داشتیم هر چقدر برگردید عقب هم نیست، یه دونه هست که تازه نه به اون اندازه که یک دوتا، یه دونه اینجاست که خودشه اصلا نداشتیم. ببینید برمیگردیم ما عقب، شاید دیگه بره برای برج هفت پارسال، همچین اتفاقی یک بار افتاده بود. ولی جالب اینجاست که 32 قبل از اینکه اون اتفاق بیفته ما یک ریزش شدیدی در بورس شاهد بودیم. بعد از اون خب دیگه دامنه نوسان بسته شد و کندل های قرمز ما محدود شدن، تو خب کندل های سبز هم همینطور. ولی امروز با باز شدن دامنه نوسان شاهد تقریبا بزرگترین کندل قرمز بعد از تاریخ 32403 به این طرف در شاخص کل بورس و همچنین شاخص کل هموز شدیم. مال فرابورس هم که دیدید تقریبا میشه گفتش که با 2% منفی از همشون اوضاعش بدتر بود امروز. تعداد نمادهای مثبت و منفی را هم از نظر درصدی نگاه میکنید 88 به 12 که در حال وخیم بودن اوضاع امروز نشون میده. 125 نماد از مثبت به منفی رفتن، در حالی که تنها فقط 27 نماد از منفی به مثبت مهاجرت داشتن. و بیشترین خروج پول حقیقی از گروه های صندوق ها، فلزات اساسی، بانکی، خودروی نفتی، پتروشیمی، یعنی تمام شاخصاسا اتفاق افتاد. بیشترین ورود پول به عرضه برق، فنی مهندسی و کانیای غیر فلزی برمیگرده. اینم نقشه پایانیمون که مشاهده میکنید. در حال گروه های مثل خودروی امروز مجدداً میشه گفتش بدترین اوضاع را سپری کردند، و همچنین انبوه سازا اغلب نمادهاشون بیشترین منفی را امروز خوردند با حجم بالا. فلزات اساسی حالا غیر از فامیلی و فولاد بقیه تقریبا همچین حالتی داشتن و
حالا اصل کاری ها دیگه، اگه دوتا اصل کاری هم فکر کنم می اومدم پایین، فکر کنم امروز شاخص کلمون هم میتونست بودن 1.5-2% منفی را شاهد باشه. و میبینید که به غیر از چند نماد محدود، البته گروه مواد غذایی چند تا نمادشون تقریبا با حجم خوبی سبز بودن، ولی نمادهای قرمز خب به مراتب تعدادشون بیشتره. چند تا نماد هم مثل فزر، ستران، هفارس با حجم خوب تقریبا مثبت رو تجربه کردم. به غیر از این چند نماد سبزی که روی نقشه دیده میشه، خب همه دیگه قرمز و خاکستری هستن و روز سختی بر بورس گذشت. این در حالیه که دلار مجدداً داره به 62,000 تومان نزدیک میشه و سکه هم داره به 43,000,000 تومان نزدیک میشه. امروز سکه حدود 500,000 تومان رشد را نشون میده، حدود 1% اومده بالا. این در حالیه که فعلا اونس جهانی طلا متوقف هستش. و البته از اون ورم جالبه که بین بایدن و ترامپ اتفاقات داره رخ میده و در حال در مناظره اخیرشون گویا بایدن یه مقداری خوب عمل نکرده و جوابهای درست حسابی نداده، پرت و پلا گفته. محبوبیت ترامپ بعد از این مناظره افزایش چشمگیری پیدا کرده در آمریکا. و حالا یکی از چالش‌های دیگه که میتونه برای اقتصاد ما هم ایجاد بکنه اینه که خب بالاخره از این طرف گروه اصولگرا بیاد، آقای جلیلی، و از اون طرف ترامپ بیاد. حالا دیگه برنامه و نمیدونم تیم و اینا رو هم دیگه باید بذاریم کنار و سیاست میره که خب قطعاً پیش بینی میکنن که درها این دو گروه انعطاف کمتری در کنار اومدن با هم دیگه دارن نسبت به اون که این طرف اصلاح طلبان بیاد و اون طرف هم بایدن بیاد. خب خیلی اوضاع متفاوت خواهد شد از نظر سیاسی. حالا بس ببینیم که چه اتفاق میفته. فعلا که ارزش دلاری بازار به 139 میلیارد دلار رسیده و تقریبا کمترین حالت خودش در یک سال اخیر را داره نشون میده. یک سال اخیر که اوضاع خوب نبوده، الان هم که دیگه اصلا جالب نیست. فیلترام که دیگه اوضاع خیلی داغونی دارن، نخونم بهتر براتون. مجدداً میبینیم که فقط 3 نماد پوشای سعودی داشتن، در حالی که 42 نماد الگوی پوشای نزولی را از خودشون به جا گذاشتن و مجدداً اوضاع بدی بر بورس حاکم شده. با توجه به اینکه افزایش دامنه نوسان را هم داشتیم، احتمال اینکه فردا هم این جریان ادامه دار باشه هست، به خاطر اینکه در انتهای بازار امروز که بازگشتی را ندیدیم. من یعنی که واقعا حالا طی 24 ساعت آینده، این تا حالا 24 ساعت کمتر، تا ساعت 9 صبح فردا اتفاقات متفاوتی بیفته که بعید به نظر میرسه فعلا اتفاق متفاوتی باشه، مگر اینکه دیگه همون روز جمعه شاهد تغییرات باشیم و ببینیم چه اتفاقی خواهد افتاد. از شنبه هفته آینده شاید بتونیم بگیم که بورس بتونه حرکت خودش رو انجام بده. و خب بهتر بود که حالا اینا که این همه دامنه نوسان رو نگه داشتن، این یه هفته هم نگه می‌داشتن که اینقدر منفی نخوریم، ولی خب فعلا به این صورت دیگه. یعنی حالا این همه منفی‌ها رو این هفته بخوریم. از اون طرف هم اگه آقای جلیلی انتخاب بشه، فکر کنم که دیگه واقعا زیر 2 میلیون رو هم بتونیم از نظر شوک بازار ببینیم، به خاطر اینکه در حال بازار به خودش به قول معروف واکنش نشون میده نسبت به این اخباری که حالا در آینده نزدیک اعلام خواهد شد. ممنون که توجه کردید. نظرات خودتون رو بنویسید راجع به اینکه شما چه فکر میکنید. اگر که آقای جلیلی بشه، فکر میکنید بازار به چه عدد شاخصی خواهد رسید، شاخص کل؟ و اگر آقای پزشکیان بشه، فکر میکنید به چه عددی حداقل در کوتاه مدت خواهیم رسید؟ ممنون از توجهتون. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.